با بیننده های گرامی پارسیبان درود میفرستم. امید دارم همه خوب و تندرست باشید. متاسفم که استاد را با خود نداریم. جای خرسندی این است که آثار، اندیشه و هنری استاد با ما و با نسل های آینده هست. استاد رانورد زریاب نویسنده پرکار و اندیشمندی بود. داستان می نویشت، نقد می نویشت و فراتر از نوشتن داستان و نقد تولید اندیشه می کرد. نگران زبان و ادبیات پارسی بود. پاسبانی از یک زبان را در روزگار معاصر در تولید اندیشه در آن زبان می دانست. با این نظر بود اگر زبانی در روزگار معاصر تولید اندیشه نداشته باشد، نمی تواند در مناسبات فکری و فرهنگی زبانهای معاصر جهان نقش و جایگاهی داشته باشد. بر این اساس تأکید به تولید اندیشه در زبان پارسی می کرد. من احساس خوشبختی می کنم که در زندگی این فرصت به من پیش آمد تا با استاد ببینم، بنشینم و قصه کنم. سفری فرهنگی با استاد به ایراد داشتم و سفری فرهنگی دیگری با استاد به تهران داشتم. در هر دو سفر از استاد آموختم و از بودن در کنار استاد لذتی معنادار بردم، زیرا استاد زریاب قصه های معنادار ظریفانه انجام می داد. گاهی در کابل با دوستان و گاهی هم تنها خانه استاد زریاب می رفتم. دوباره با استاد محب بارش یادش گرامی پیش استاد زریاب رفتیم. استاد زریاب یکی از اتاقهایش که پر از کتاب بود و عکس هایی از نویسندگان جهان نیز در آن اتاقش بود، معمولا ما را به آن اتاق خود می برد. کتاب هایی که تازه چاپ شده بود از نویسنده های جهان و از اندیشمندان جهان به ما نشان می داد و درباره کارهایی که خودش زیر دست داشت قصه می کرد. استاد زریاب اهل ادعا نبود، فقط می نویشت و متکی به نوشتن و کار بود. تا وقتی که زنده بود دست از نوشتن بر نداشت. یادم نمی رود یک روزی که در مکروریان خانه استاد زریاب رفته بودم، استاد زریاب نگاهی معناداری به من کرد، گفت: یسنا جان، انسان ها با پرسش های بی پاسخش پیر می شوند. اگرچه استاد خیلی پیر نشده بود، اما از این جهان رفت و هر صورت واقعیت زندگی همین است. مرگ دیر یا زود سراغ همه می رسد. اما جای خوشبختی این است استاد به اندازه کافی نوشت و تولید ادبیات و اندیشه کرد. یاد استاد گرامی.